اگه میخوای اهمیت نوردهی در فصل سرما داخل گلخونه رو بدونی، پس بزن بریم سراغ آموزش. سلام دوست عزیز، در ویدیو روز گذشته راجع به کاربرد نور مصنوعی در گلخونه با هم صحبت کردیم. امروز میخوام اهمیت نور در فصل سرما داخل گلخونه رو با هم مرور کنیم. قبل اینکه ادامه ای ویدیو رو ببینی، حتما این پست رو سیو کنی، برای همکارتون به اشتراک بذارید و اگر هم از اکسپلور اومدی حتما پیج ما رو فالو کن تا آموزش های پیج ما رو از دست ندیم. توجه به کاهش ساعت تابش نور خورشید در فصل زمستان نسبت به تابستان، اغلب کشاورزان برای حفظ میزان محصول زمستانی در سطح محصول تابستان فضای گلخونه خودشونو گرم میکنن. به عنوان مثال در تبریز متوسط ساعت تابش نور خورشید از 14 ساعت در روز در تیرما به 10 ساعت در روز در دیماه کاهش مییابد. این 30% کاهش تابش بدین معناست که در تبریز برای حفظ محصول تابستانه از طریق گرم کردن محیط گلخانه نسبت به اهواز که کاهش متوسط تابش روزانه آن در فصل زمستان فقط 9% است، پایین تر است. یکی دیگه از عوامل دخیل توی این موضوع انحراف کمتر تابش خورشیده. کوتاهی روز، مه صبحگاهی و آسمان ابری عوامل کاهش شدت نور در زمستانند که با کاهش بیشتر LDR به کاهش رشد گیاه منجر میشه. همین نکته عامل کاهش محصول زمستانه سبزیجات گلخونه‌ایه. حتی تجهیز به بهترین سیستم گرمایشی موجود نیز توان جبران این کاهش محصول رو نداره. دوست عزیز، ممنون که به این ویدیو توجه کردی. امیدوارم که مفید باشه براتون. در پست روز آینده کشت هیدروپونیک ریحان در گلخونه میخوام براتون توضیح بدم. حتما ویدیوهای پیج ما رو دنبال کنید و خوشحال میشم نظراتتون رو برای من کامنت بذارید و با لایکاتون به ما انرژی بدین. سپاس از توجه و همراهی شما.